آنچه که یهودیان در حین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم 1938، 39 و 1945 روبرو بودن، سکوت به هر حال کلیساها بود، سکوت جهانیان بود با آن نسل کشی یهودیان. همونطور که در جنگ جهانی اول 1.5 میلیون ارامنه نیز کشته شدند و هنوز نیز ما در آفریقا پیدا می کنیم که قبیله هایی که یکدیگر دارن می جنگن، با وجود اینکه ما قراردادهای اجتماعی تازه‌ای داریم، با وجود اینکه بعد از 1945 سازمان ملل ایجاد شد و یکایک قراردادهای نوینی از نظر انسانگرایانه و حقوق بشر به دنیا عرضه شد، با وجود این وقتی شما دقت میکنید میبینید که یهودیان بعد از جنگ جهانی دوم و فاجعه هولوکاست که بیش از 6 میلیون نفر کشته شدند، 1.5 میلیون کودکان بودند، میبایست به دنبال آیا به دنبال برای ریونج باید باشن، به دنبال انتقام جویی باید باشن، یا به دنبال آن باشن که چگونه ما میتونیم روشنگری بیشتری رو در این جهانیان داشته باشیم که بر روی خردورزی خودشون آمده من ایدئولوژی ها و ایزم هایی رو که حالا چپیزم بوده، کمونیسم بوده، ماویز بوده، مارکسیسم بوده و غیره رو و نازیسم بوده و غیره رو فاشیسم رو آمدن پیاده کردن و امروز نیز ما شاهد دین افزاری و دین بازاری فاشیسم مذهبی نیز هستیم. از این رو وقتی که در تلمود گیتین آنچه که آمده و آنچه که هارالد کوک، ابراهام ایتخاک کوک میاد بیان میکنه، آن تیکون اولام هستش و اینی که به جای این که در وهله اول صنعت خینام، به جای این که قهر و با یکدیگر حسادت ورزی و اینی که باعث فروفکنی بشه و تفرقه بیفته، به دنبال آن باشیم که احسان به یکدیگر داشته باشیم، مهرورزی به یکدیگر داشته باشیم و از طریق فرایض مذهبی یک کد اخلاقی و آیینی رو به پیش ببریم که اعمالی رو در بهینه ساختن جهانیان به عنوان مسئولیت پذیری یهودیان بتونه به جهانیان ارائه بده. از این رو وقتی ما جهان هستی رو بر روی علمگرایی، روی خردورزی بنا می‌سازیم و اندیشه فرد میتونه به ایدئولوژی ها به انجامه که در آست از یک طرف ناسیونالیسم، از طرف سوسیالیسم که نازی خوانده شده که میداده و بهبود چون نه شرقی نه غربی عمل بکنه. همینطور که امروزه پروگرسیو ها به دنبال و نیو مارکسیست ها به دنبال آن هستن که بتونند آنچه که امروزه به عنوان پولیتیکلی کورکت و نزاکت سیاسی خوانده میشه جوری عمل بکنن که به هر حال بدون داشتن هیچ گونه تبعیض جنسیتی و غیره همه رو در بر بگیره و در این بین ما از واقعیت به دور میشیم، از خانواده و کانون گرم خانواده به دور میشیم، از ساختن اون جامعه ای که با یکدیگر باید مهرورزی داشته باشند تبدیل شده به یک دشمن تراشی و دشمن پردازی و اینی که به هر حال اون تساوی حقوق که به دنبالش هستن پروگرسیو ها آنطور داره عمل میکنه که زن و مرد و خانواده و بچه و کودک و نظمی که در جامعه مستقر بود و داره زیر سوال میبره. مهداد رحیمی اندیشکده بود.